بسم الله الرحمن الرحیم بینندگان عزیز و گرامی خدمت شما سلام عرض می کنم در خدمت شما هستم با چند خبر تازه ورزشی دومین دوره مسابقات زورخانه قاره افریقا با قهرمانی کشور بنین به پایان رسید تیم زورخانه کشور بنین با هشت ورزشکار در مجموعه تیمی و مقام نخست دومین دوره مسابقات افریقا دست یافت. اوگاندا در جایگاه دوم تیمی قرار گرفت و کشورهای کنیا و تانزانیا مشترکان سوم شدند. همچنین در کشتی پهلمانی وزن مثبت 90 کیلوگرم ورزشکاری از کنیا عنوان پهلوان قاره افریقا را به دست آورد. این مسابقات با حضور بیش از 70 ورزشکار از 11 کشور افریقایی در آدیس آبابا مرکز اتیوپی برگزار شد ورزشکاران در دو روز در 11 رشته ورزشی شامل رشته های هنرهای فردی و کشتی پهلوانی با هم رقابت کردند اتحادیه فوتبال اروپا در حالی تیم منتخب مرحله گروهی لیگ قهرمانان باشگاه اروپا را اعلام کرد که اسامی مسی و نیمار نامزدهای دریافت جایزه توپ طلای فیفا و همچنین سوارز در این فهرست و چشم نمی خورد. لویس سوارز گلزن برتر بارسا با زدن پنج گل در گروه ای از فهرست بازیکن منتخب مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا کنار گذاشته شد. مسی، نیمار و سوارز 46 گل در تمام رقابت های فصل جاری و ثمر رساندند کریستیانو رونالدو برنده جایزه توپ طلای سال گذشته در مسابقات مرحله گروهی رئال مادید موفق شد 11 گل و ثمر برساند مسی بعد از هفت هفته دوری از میادین به خاطر مصدومیت زانو فقط در سه مسابقه مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا شرکت کرد و سه گل هم به بس ثمر رساند مسابقات جهانی کشتی فرنگی و زودی در ایران برگزار می شود. صبح امروز نماینده اتحادیه جهانی کشتی و تیم های شرکت کننده در دومین دوره رقابت های کشتی فرنگی جام باشگاه جهان امروز وارد این کشور شدند. نمایندگان کشورهای اوکراین، هنگری، عراق، مراکش، ارمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ترکمنستان و بلغارستان به همراه چهار تیم داخلی از ایران در این رقابت ها شرکت دارند. این رقابت ها با صورت تیمی و در چهار گروه برگزار می شود. زواتکو اوسیچ داور بین المللی از کرواسیا و نماینده اتحادیه جهانی هم بامداد با امروز برای حضور در این رقابت ها وارد ایران شد. مراسم قرعه این رقابت ها ساعت 17 امروز برگزار می شود. سعود بایرن به با مرحله بعد جام حذفی آلمان تیم فوتبال بایرن مونیخ تک بازی خانگی مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی آلمان را با نتیجه یک بر صفر از دارمشتات تازه دست اولی شده برد و به جام هشتم برتر رقابت ها راه یافت تنها گل این بازی نچندان جذاب ورزشگاه خانگی بایرن با یک شوت استثنایی توسط جاوی آلانسوی اسپانیایی در دقیقه چهل زده شد. در دیگر بازی هایدنهایم در خانه ارزبیرگ دو بر سف پیروز شد و به مرحله بعدی راه یافت. اینتر میلان با برتری سه بر صفر خانگی مقابل کالیاری در تکبازی مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی ایتالیا و جمع تیم برتر رقابت ها رسید. برای فاتح سگانه فصل 2009 و 2010 فوتبال اروپا پلاسیو در دقیقه 24 بروزوویچ دقیقه 71 و پریسیچ در دقیقه 81 گل زدند تا کالیاری کاملا و زانو در بیاید در دیگر بازی استشن شب این دور تیم کوچک الیساندریا شگفتی ساز شد این تیم در پایان دو وقت پانزده دقیقه ای دو بر یک جنوا قدیمی ترین تیم حال حاضر فوتبال ایتالیا را شکست داد و برای اولین بار در تاریخش و جمع هشتیم برتر یک تورنمنت مهم راه یافت. برتری دشوار گنگان در شب سعود لیل و لوریان مرحله یک هشتم نهایی جام اتحادیه فرانسه با سعود لیل، لوریان، گنگان و تولوز و دور بعد به انجام رسید. تیم گنگان پس از تصاوی دو دو مخابل نیست در وقتهای عادی و اضافه در ضربات پنالتی چهار بر سه رقیبش را برد و به سختی به دور بعد راه یافت در دیگر دیدار لیل با یک گل بر لاوال غلبه کرد لوریان سه بر دیجن را شکست داد و تولوز سه بر یک رن را مخلوب کرد و آخرین خبر ورزشی این بخش خبری رئیس برکنار شده فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا در آستانه اعلام حکم کمیته انضباطی این نهاد با 209 عضو فدراسیون اعتراض نامه نوشت سب بلاتر رئیس معلق شده فیفا در آستانه اعلام حکم کمیته انضباطی این نهاد اعتراض و از کمیته اخلاقی فیفا انتقاد کرد. سب بلاتر 79 ساله مدعی شد که رسیدگی به این پرونده مانند تفتیش عقاید بوده است. بلاتر و پلاتینی رئیس اتحادیه فوتبال اروپا یوفا باید پنجشنبه و جمعه هفته جاری برابر هاینس یواخیم اکرت قاضی کمیته اخلاق فیفا در, در زوریخ قرار گیرند تا در خصوص پرداخت 1.3 میلیون پوند از سوی بلاتر و پلاتینی در سال 2011 از خود دفاع کنند و رأی آنها در دوشنبه آینده هم اعلام خواهد شد. بسیار متشکرم که با خبرهای ورزشی این ساعت با ما همراه بودید. روزتان خوش و خدا یار و نگهدارش.